درس 15 از کتاب English Vocabulary in Use از انتشارات کمبریج. At school and university. در مدرسه و دانشگاه. A. Subjects. موضوعات یا همون مواد درسی. English. زبان انگلیسی. Math. ریاضیات. Art. هنر. History. تاریخ. Geography. جغرافیا. Biology. زیست شناسی. ICT or Information Communication Technology. سرنامه کلمه Information Communication Technology میشه ICT به معنی فناوری ارتباطات اطلاعات. PE Physical Education تربیت بدنی. Chemistry شیمی. Modern Languages به زبانهایی که غیر از زبانهای لاتین و زبانهای قدیمی باشه و امروزه مورد استفاده قرار میگیره میگیم زبانهای مدرن. Physics درس فیزیک. Music موسیقی. B. Useful things. اشیا و لوازم کاربردی. Board. تخته. Board pen. قلم تخته. یا همون قلم whiteboard. Board rubber. تخت پاک کن. Rubber. پاک کن یا مداد پاک کن. نوتس بورد تابلوی اعلانات. دروینگ پن سوزنی شبیه پونس که برگه ها رو بر روی تابلوی اعلانات یا دیوار نصب میکنن. پیس آف پیپر برگه کاغذ. پنسیل مداد. پنسل شارپنر البته آر این شارپنر در تصویر نیستش و آر اینجا هست. شارپ یعنی تیز برنده. شارپنر یعنی تیز کننده و پنسل شارپنر یعنی مداد تیز کن یا مداد تراش. تکست بوک کتاب درسی که حاوی یکی از موضوعات درسی است و کاملا در رابطه با اون موضوع نوشته شده. DVD player پخش کننده دیسک‌های DVD. Ruler خطکش. کامپیوتر یا رایانه. Pen خودکار. OHP Overhead projector دستگاه پروژکتوری که بالای تخته نصب میشه و تصاویر یا متن‌ها رو توسط اون بر روی تخته نمایش میده. Whiteboard تخته سفید. Desk میز تحریر. C Expressions اصطلاحات. A math teacher teaches math. یک معلم ریاضی درس می‌دهد ریاضیات. Her students study math. دانش آموزان او یا دانشجویان او ریاضیات می‌خوانند. Children go to school and students go to university. بچه ها به مدرسه میرن و دانشجویان به
دانشگاه. At school, children learn to read and write. در مدرسه بچه ها می آموزند خواندن و نوشتن. Students can do an English course in many schools and universities. دانشجویان یا دانش آموزان می توانند انجام بدهند یک کورس انگلیسی یا هر کورس دیگه رو. At the end of a course, در پایان یک دوره تحصیلی, you often take an exam or you often do an exam. شما یک امتحان انجام می دهید یا شما یک امتحان می دهید. You hope to pass your exams. شما امیدوارید که امتحانات رو پاس کنید. You don't want to fail your exams. شما نمی خواهید که امتحانات رو بیفتید یا مردود بشید. If you pass your final exams at university, اگر شما امتحانات نهایی در دانشگاه رو پاس کنید یا بگذرونید, you get a degree. شما یک مدرک میگیرید, یک درجه, یک رتبه میگیرید. Common mistakes. اشتباهات عمومی. After school, بعد از مدرسه, students do homework. دانش آموزان یا دانشجویان homework یا تکلیف انجام میدن و نباید بگیم make homework یا نباید بگیم do homeworks. این درس هم مثل بقیه درس ها یک صفحه تمرین داره. اگر به نظرتون این درس خیلی ساده می اومد, در صفحه تمرینات میتونید خودتون رو ارزیابی کنید که چقدر به این زبان مسلطید. Exercises, تمرین ها. 15.1. Match the subject on the left with what you study on the right. وصل کنید با هم دیگه موضوعات مواد درسی که در سمت چپ هست با مطالبی که در هر یک از موضوعات یا مواد درسی اونها رو میخونیم. Number 1. Maths. 2. Physics. 3. History. 4. Geography. 5. PE. 6. English. 7. Chemistry. 8. Biology. 9. ICT. در سمت راست دیفینیشن اون سابجکت ها نوشته شده که به هم ریخته است و باید شما اونها رو با عناوینشون وصل کنید. A. Animals and plants. حیوانات و گیاهان. B. Sport. C. یک فرمول ریاضی که به math وصل شده بود. D. E=mc². همون فرمول معروف نسبیت اینشتین که به فیزیک وصل میشه. E H2O فرمول شیمی آب. F The countries of the world کشورهای دنیا. G The 15th century قرن 15. H Computers, کامپیوترها یا رایانه ها. I, spelling, تلفظ. Look at the picture for 30 seconds. برای 30 ثانیه به عکس نگاه کنید. Then cover it. سپس روی اونو بپوشونید. How many of the 10 objects can you remember? چند تا از این ده تا شیء رو میتونید به یاد بیارید؟
write them down in English. اونها رو به انگلیسی بنویسید. 15.3 Which of the things in a B on the opposite page or in the room where you study English? کدوم یک از چیزهایی رو که در بخش B خدمتون عرض کردم در اتاق یا کلاسی که انگلیسی میخونید وجود داره؟ Write them here. اونا رو اینجا بنویسید. با این جمله هم شروع کنید. In the room where I study English, I can see در اتاقی که من انگلیسی میخونم میتونم ببینم. لیست اون اشیا رو بنویسید. 15.4 Choose a verb from see opposite to fill the gaps below. استفاده کنید از افعالی که در بخش سی خدمتون گفتم برای پر کردن فضاهای خالی این پایین. Put the verb in the correct form. بذارید افعال رو در شکل صحیحشون، چون ممکنه که از شکل سوم شخص مفردش یا جمع دیگه از اون لازم باشه که استفاده کنید. پس به زمان جمله و سابجکت جمله باید دقت کنید. این متن به این صورته. Ethan does well at school. Ethan تو مدرسه خوبه، کارشو خوب انجام میده. He finds it easy to learn and he always his homework. اون تو یادگیری خوبه، اون خوب یاد میگیره به سادگی و همیشه his homework یک ورب لازم داره که باید اونجا بنویسید. He usually اون معمولا جای خالی all his exams. He will جای خالی his final school exams soon. If he جای خالی he will باز جای خالی to university next year. If he جای خالی he will be very sad. Ethan really wants to جای خالی geography at university. He would also like to جای خالی a special geology course. Geology میشه زمین شناسی. His sister is already at university. خواهرش قبل از اون توی دانشگاه است. Next year, she will سال آینده او خواهد بود جای خالی a degree and then she will try to find a job. مدرکش رو میگیره و باید به دنبال کار بگرده. 15.5 Which are or were your three favorite subjects? سه تا از چیزهایی رو که سه تا از موضوعات درسی رو که مورد علاقه شما هست یا بوده اینجا بنویسید. Which subjects کدام موضوعات if any یا هر کدوم do or did you not like که شما انجام دارید میدید یا انجام داده اید رو دوست ندارید. تیپ پیشنهاد. Draw two columns on a piece of paper. روی یک کاغذ دو تا ستون بنویسید. In one column write five words from the opposite page which you want to learn. در یکی از ستون ها از همین درسی که خدمتون دادم موضوعاتی رو 5 تا موضوع رو بنویسید، یعنی 5 تا ماده درسی رو بنویسید. In the second column put a drawing or a translation or a definition. در ستون دوم در مقابل اون 5 کلمه یا نقاشی براش بکشید، همینطور مثل این کتاب، یا ترجمه‌ای براش بنویسید یا تعریفی از اون کلمه رو بنویسید. برای پیدا کردن دیفینیشن هر کدوم از این کلمات یا
تعریف اونها بهترین مرجع دیکشنریه. Cover the first column and look at the second column. ستون اول رو نگه دارید، بپوشونید و به ستون دوم نگاه کنید. Can you remember the English words? میتونید اسامی انگلیسی اونها رو به یاد بیارید؟ امیدوارم از این درس خوشتون اومده باشه. از اینکه تا انتهای ویدیو رو نگاه کردید از شما سپاسگزارم. اگر از اون خوشتون اومده لطفاً اون رو لایک کنید و اگر عضو کانال نیستید اون رو سابسکرایب کرده و دکمه زنگوله را بزنید. منتظر کامنت های شما هستم.